همانطوری که در جریان هستید و شنیدید، فیلمی در آمریکا تهیه کردم که یک سرش به صهیونیست و یهودیان افراطی هست و سر دیگرش به قبطی‌های مسیحی که اصالتا مال مصرم و ساکن امریکا و مقیم امریکا هستند. به هر حال کارگردانان این فیلم هستند، گویا هم یهودی های افراطی و هم نصارای افراطی دست به این کار زدن و در این فیلم به بهترین بنده خدا و مقربترین بنده حبیب خدا و رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین اهانت کردن. و شما در جریان هستید کم و بیش که در تمام دنیا مسلمانان دست به اعتراض زدن و حتی بسیاری از مسلمانان جان دادن هم در این راه، و اعتراض مسلمانان بر حق هست و برای آنه که چرا به مقدسات ما که در واقع مقدسات بشریت هست شما اهانت کردید و توهین کردید، در حالی که مسلمانان در سطح دنیا به مقدسات هیچ ادیانی و هیچ جمعیت و گروهی اهانت نمی کنند. مسلمانان حرمت مقدسات همه ادیان حفظ می کنند، چون دستور الله تعالی از قرآن عظیم الشان ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله تعالی فرموده شما به بتان و معبودان باطله ادیان باطله مردم اهانت نکنید، اگر شما به اونها اهانت را روا بدارید اونا نادانسته و از روی جهالت به خدا اهانت میکنن. قرآن ما را من کرده که ما بتان مردم و معبودان باطله مردم را توهین کنیم، چه برسه به انبیاء الهی حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، که مسیحی ها و یهودی ها میگویند که اعتقاد دارم به این پیامبران و اینها را بزرگ میدانه، این هم بزرگان برای ملت مسلمان، و لحاظه ما به مقدسات هیچ کسی بی حرمتی نمی کنیم، بلکه مقدسات یهود و نصارا که پیامبران باشند و کتابهای آسمانی تورات و انجیل باشه حرمت قائل مسلمانان. مسلمان نه به کسی پوش میده، نه ناسزا میگه، نه به احترامی میکنه، تهمت و افترا و دروغ که در دین مسلمانان حرام قرار گرفته است. ما هیچ ملتی از ملتهای دنیا از ناحیه ما احساس خطر نمیکنه که ما به اونها به احترامی بکنیم، توهین بکنیم، افترا ببندیم، بلکه ما برای همه مقدسات همه ادیان این اندازه حداقل ها اگر قبول هم داشته نباشیم، اونا را که قبول داریم پیامبران را، کتاب آسمانی و به اینا ایمان داریم، ولی اگر به بعضی چیزایشون ما اعتقاد داشته نباشیم که یهود و نصارا را مقدس میدانند، ولی اهانت را جایز نمیدانیم و حرام میدانیم. هم یهود هم نصارا هم سایر ادیان سماوی که منتسب به ادیانان و بعض دین مسیر دین ویل کردن و ادیانشون منسوخ شده، و همه این ملت های دنیا ما به مقدساتشون اهانت نمی کنیم.
مقدسات اونها از جانب من مسئولان به هیچ ملتی بی احترامی نمی کنیم. ما اگر انتقاد داشته باشیم در چارچوب حرمت و احترام انتقاد می کنیم، اگر رهنمایی داشته باشیم در چارچوب حرمت، و اگر نهی از منکر داشته باشیم هم عقلانه و مستدل و در چارچوب منطق و عقل. دین ما دین عقل هست و عقلانی است، دین حرمت و احترامه برای همه ملت ها. ما حرمت قائلیم و در تمدن اسلام بی حرمتی نیست، بی احترامی نیست، و این ماییم که مقدسات ما و بزرگان ما همیشه مورد بی احترامی هم. سال گذشته همین تقریبا دسته و گروه که یکی از کشیش های مسیحی و خود را عالم میدونه از مسیحا، این به اهانت قرآن پرداخت و در 11 سپتامبر به قرآن سوزی پرداختند. و قرآن بزرگترین کتاب مقدس رب العالمین هست، و اهانت کردن به مسلمانان. 1.5 میلیارد مسلمان را جریحه دار کردن اعتقادشون را و نراحت کردن، و 10 مسلمان در بلاد اسلامی و غیر اسلامی کشته شد. و امسال به بالاترین انسان، انسانی که در دنیا صداقت را تبلیغ کرده، امانت داری را آورده، دیانت داری را آورده، پاکی و طهارت را آورده، صلح و سازش را در دنیا آورده، و انسانی که رحمت به تعبیر قرآن برای همه عالمیان، به چنان انسان والا، حبیب خدا، خلیل خدا امسال اهانت کردن. و این عرض کنم که قلوب مسلمین و همه انسانهای آزاده را جریحه دار کردن. نه تنها مسلمان جریحه داره، معتقدم که همه انسانهای آزاده و آزاد اندیش و انسان های متفکر دنیا و اندیشمند دنیا جریحه داران. هم مسیحا ملامت کردند و محکوم کردند، هم یهودی ها ملامت کردند و محکوم کردند که این کار افراطیونه و کار تندرو هاست. حکومت های دنیا سرزنش دادن هم اسلامی، و بسیاری از حکومت های غیر اسلامی هم ملامت کردند، خود سران امریکا ملامت کردن. اما امریکایی ها مقصرن، برای آن که یا امریکایی ها میخواهن سران امریکه و رهبران امریکه و دولت امریکا یا خودشون این مسئله را میخواهن، یا بیکفایتن و ناتوانن که نمیتوانن جلوی اهانت بگیرن، اینا را مجازات کنن، اینا توهین کردن و اعانت کردن در هیچ ملتی روانی است، در هیچ تمدنه، مگر او تمدن مطرود باشه و عقب مانده باشه و پس مانده باشد که در او اعانت به کسی روا باشه. خودشون میگه اعانت ما روا نمیدانیم و به هیچ ملتی اعانت نمی کنیم. بالاترین اعانت که از این اعانت بزرگترین وجود نداره و با متصور نیست و در عقل نمی آید، اعانت به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و اعانت به قرآن عظیم و شانه. چه چیز نزد مسلمانان بعد از خدای عز و جل محترم و بزرگ که مسلمانان به او عشق می ورزند، از سید المرسلین، رحمت للعالمین، امام النبیین. مسلمانان همه حاضرن که بزن و بچه و فرزند و اولاد کشته بشن. و با سلاحای مخرب هستی و با اتم مورد هدف قرار بگیرن، ولی حاضر نیستن که با اهانت به رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، با اهانت به کلام پاک خدا و مقدس خدا مسلمانان رو بر رو بشن. و انسان های عبه که در واقع انسان نیستن، سایه انسانن، در غلاف آدمن، آدم نیستن،
در خلاف آدمان مردمکن، مردم نیستن، اونها توهین بکنن به بالاترین شخصیت و به مقام والای ساحت مقدس حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. اینم مثالشان مانند سگیست که سگانیست که در شب چارده به ماه چارده که میدرشه در آسمان و روشنه اینها هاها میکنند و صدا در میآورند و صدا میکنند. این سگانن که اعانت میکنند و باید جلوی این سگانا دولت امریکا و سایر کسانی که در بلاد اونا اعانت انجام میگیره اینا را مجازات بکنند و بگیرن جلویشون را. و نگذارند که مسلمانان به این طور کشته بشن در خیابان ها، انسان ها کشته بشن. اینا ادعای حقوق بشر دارن. آیا این حقوق بشره که به یک ملتی که یک سوم دنیا را تشکیل میده به این ملت کلن زن و مردش و کوچک و بزرگش پیر و جوانش اهانت بشه و جریه دار بشن و عزادار بشن و پریشان بشن؟ لحظه ما این جنایت هولناک را به شدت تمام محکوم میکنیم و سردمداران امریکا، حکومت امریکا، دولت امریکا هم محکومند که در ملک خود چنان چیزی را گذاشتن و چنان انسانهای جانی و چنان انسانهای درنده و در رند خورا جلو نمی گیرن و به مجازات نمی رسانن. از مجامع بین المللی و از سازمان ملل حقوق بشر و ما همه درخواست می کنیم و خواسته همه است که به هر حال به محکومیت اینها باید بیانیه صادر بکنن، همه مسلمانان باید اعتراض کنن در دنیا و تا آینده چنان جنایتی صورت نگیری. آنچه که در 11 سپتامبر انجام گرفت کار یک گروه خاص بود، همه مسلمانان دنیا هم دردی کردن، ملامت کردن و لحاظه نباید به خاطر یک کاری که یک گروه انجام میده در نصارا باشن، یهود باشن یا مسلمان باشن، بالاخره همه مسلمان ها باید جریه دار بشن و به تمام مسلمان ها توهین وارد بشه و اهانت بشود. و امروز در سطح کشور هم راهپیمایی موجوده، سطح کشور نه بلکه سطح دنیا. امروز بعد از نماز جمعه در تمام دنیا به احتمال زیاد راهپیمایی هست به محکومیت این جنایات. مسلمانان راهپیمایی میکنند و اعتراض میکنند و انشاءالله بعد از نماز از همین خیابان خیام که سنت ها را و فرائض نماز ادا کردید از همین خیابان را بیفتید و تا فلکه و اونورتر انشاءالله علماء هم جلوی شما هستند و اعتراض صورت بگیرید و انشاءالله اعتراض ثواب و اجر داره و به هر حال دنیا هم ببینی که مسلمانان ناراضند و ما اعتراض من را و ناراضگی خود من را باید به گوش جهانیان برسانیم. الله تعالی به همه ما توفیق عنایت بکند و همه مسلمان را الله حفظ کنه و الله این جنایتکاران را به مجازات برسانه. آینده دنیا چنان جنایتی را شاهد نباشه و چنان جنایتی را دنیا مشاهده نکند. وصلی اللهم علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.